أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در آیه 245 از سوره مبارکه بقره خدای متعال می‌فرماید: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. این بخش از سوره مبارکه بقره درباره جهاد هست. در آیه گذشته خدای تبارک و تعالی امر به جهاد فی سبیل الله داد. در این آیه بیان می شود که جهاد خب مشکل هست، هم مستلزم این می شود که انسان هزینه مالی صرف بکند و هم ممکن است که انسان نفسش را، جانش را از دست بدهد. لذا این آیه آمده تشویق می نماید مجاهدین را به جهاد، که اگر شما جهاد کردید، پولی در راه خدا صرف کردید در این جهاد، یا کشته شدید، این در واقع یک معامله با خداست. اونم یک معامله است که معامله قرض الحسنه هست. شما یک پولی در جهاد صرف می کنید، خدا این پول را چندین برابر به شما برمیگرداند. شما نفستون را در راه خدا میدید، خدا جزایی که به شما میدهد چندین برابر است. و بدانید با خرج نکردن در راه خدا در جهاد، این معناش این نیست که پولتون حفظ بشود. چه بسیار کسانی که در پولشون بخل ورزیدند اما این پول از بین رفت، و چه بسیار کسانی بودند که اینها بخیل نبودند، در راه خدا انفاق کردند و پولشون نه تنها از بین نرفت بلکه ممکن است که زیادتر هم شد. چه بسیار کسانی که جهاد رفتند و سالم از جهاد برگشتند، و چه بسیار کسانی که از جهاد فرار کردند اما در اثر حادثه‌ای یا جهتی مردند. پس فرار از جهاد، فرار از انفاق در راه خدا در جهاد، این نه پولی را حفظ می کند نه جانی را. و رفتن به جهاد و صرف پول از جهاد، این به ضروره به معنای از دست دادن جان یا از دست دادن مال نیست. پس توجه داشته باشید. و این معامله‌ای که قرض الحسن هست با خدا، این معامله را انجام بدید و سود را از خدای تبارک و تعالی بگیرید. حالا این به شکل مختصر بیان این آیات. اما تفسیر این آیه: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، نسبت به جهاد در راه خدا دو جور آیات داریم. بعضی آیات این جهاد در راه خدا را به خرید و فروش تشبیه کرده، این آیه جهاد در راه خدا را به قرض تشبیه کرده. چون که گاهی انسان جهاد میره، نه جانش را از دست میده نه مالش را، در اینجا این تشبیه به قرض میشه. جانش را از دست نداده، سالم برگشته. مالش را از دست نداده، بلکه این مال ممکن است خدای تبارک و تعالی به او برگردانده به هر جهتی. سودش را هم خدا بهش میده. رفته جهاد برگشته، ثواب بسیار عظیم جهاد در نامه اعمالش نوشته شده. پولی در راه خدا صرف کرد، خدا این پول را بهش برمیگردونه. در عین حال هم سود عظیمی در نامه اعمالش نوشته میشه
لذا از این جهت تشبیه به قرض شده، چون که قرض چیه؟ قرض این است که انسان یه پولی میده، بعدن این پول را پس میگیره. گاهی تشبیه به خرید و فروش شده، کسی که در جنگ و جهاد شرکت میکند و شهید میشه، این دیگه قرض نیست دیگه، این سالم بر نگشت، شهید شد، اما خرید و فروش کرده، جانش را به خدای تبارک و تعالی فروخته، مقابل چی؟ مقابل بهشت. یا بعضی وقتها انسان پول را در راه خدا صرف می کند، اما جاگزین نمی شود، بر نمی گرده این پوله، این بازم مثل خرید و فروش هست، یعنی این را در راه خدا داده، فروخته، در مقابل بهشتی که عرضش عرض آسمان و زمین هست را خدای تبارک و تعالی برای او تقدیر کرده. پس بنابراین تشبیه به خرید و فروش شده، گاهی تشبیه به قرض شده. وقت در این آیه تشبیه به قرض شده، چون که غرض تشویق مسلمان ها به جهاده، بیان این نکته در اینجا لازم بود که بابا جهاد که میری معلوم نیست کشته بشی. 99%، 90%، 95% از کسانی که در جنگ میرن معمولا سالم برمیگردن. نسبت کشته شده ها، نسبت زخمی ها، اینها نسبت به کسانی که سالم برمیگردن همیشه درصدش کمتر است. و کسانی هم که جهاد نمیروند، خیلی هاشون وسیله حوادث طبیعی از بین میرن. کسانی هستن جهاد رفته سالم برگشته، یک کسی در خانه مونده جهاد نرفته، در اثر یک حادثه فوت شده. پس بنابراین این را که شما دانستید برید، ممکن است سالم برگردید، این یک قرض الحسنه است با سود فراوان. ممکن است شهید بشید، این یک خرید و فروشی است با یک تجارتی است که از اضعافاً مضاعفه ربح کردید. در این آیه تعبیر شده به قرض حسن، قرضاً حسناً، چون که گاهی انسان وقتی قرض میده قرضش حسن نیست، خوب نیست، مثلا قرض ربوی باشد، ربا درش باشه، نزول درش باشه، این ضرر به یکی از دو طرف است، اینی که از شما قرض میگیرد بعد نزولش را باید بده، این داره ضرر میکنه، اضافه بر اضطراری که داره بر قرض کردن، اون کسی که طلبکار هست این اضطرارش را زیادتر میکند، به اینکه از این حالت اضطرار طرف مقابل سوء استفاده میکند، نزول ازش میگیره. گاهی هم هست قرض به نفع کسی که قرض داده نیست، قرض داده بعد پولش هم پس میگیره، هیچی گیرش نمیاد، اینم چندان قرض حسنی نیست. اما گاهی طرف قرضی داده سود فراوان حلال گیرش میاد، مانند موارد مضاربه شرعی که با نزول و ربا خیلی فرق دارد. شما یه پولی دارید به یک کسی میدید که در این پول کار بکند، سود هم نسبت بین شما مثلا 50% سود برای شما، 50% سود برای او، نسبت سود اگر باشد، این فرق ربا و مضاربه در اینجا ظاهر میشه. در ربا میگه من این پول را بهت قرض میدم، 10% خود اصل پول را باید به من به عنوان نزول بدهی، خب این رباست. در مضاربه میگه من این پول را بهت میدم، نه اینکه برای اینکه حاجتی داری حاجتت را برآورده بکنی، نه، در این پول کار بکنی. وقت چقدر سود میبری، هر قدری که سود میبری، یک نسبتش برای من، یک نسبتش برای تو، نسبت سود ملاحظه میشه. سود زیاد ببرد این نسبت زیاد میشه، سود کم ببره نسبت کم میشه، که این حالا یک بحث اقتصادی دارد که ربا ضرر دارد و مضاربه نفع دارد، لذا ربا را خدا حرام کرد و مضاربه را حلال کرد. خب این یک نوع قرض الحسن است، شما به طرف قرض دادی درش کار میکنه، مضاربه میکنه، هم سرمایه بهت برمیگرده هم سود زیادی گیرت میاد. نسبت به جهاد در راه خدا، کی این جهاد حسن میشود؟ اگر به اذن خدا باشد،
یک کسی اگر جنگی رفته باشد بدون اذن خدا، حالا چه اذن عام چه اذن خاص، خب این دیگه جهاد حسن نیست، این جهاد قبیح اصلا. یک کسی لشکرکشی کرده تا کشورش را توسعه بده، این جهاد فی سبیل الله نیست. یک کسی ریا میکند، این عملش باطل میشه، جهادش باطل میشه. یک کسی میاد خلاصه به زور میبرنش به جنگ، گاهی وقتا سربازگیری اجباری هست، این نمیخواد بره، به زور میبرنش، این نیت خدا نداره به زور بردنش، این معلوم نیست ثوابی داشته باشد. یک چیزهایی هست که قرض را از حالت خوب به حالت بد تبدیل میکند، جهاد هم همینجوره. اگر جهاد با نیت خالص نباشد، با شرایط شرعی نباشد، جهاد قبیح میشه. مثل نماز با ریا که در آیه میفرماید فویلون، جهنم هست بر کسی که نماز با ریا بخواند. فویلون للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراؤون و یمنعون الماعون. کسی هم که جهاد با ریا برود، این جهادش نه تنها طاعت خدا نیست، چون که با ریا شد معصیت خدای تبارک و تعالی میشود. پس جهادی حسن است که به امر خدا باشد، چه امر عام چه امر خاص، و با شرایط شرعی باشد. خب اگر کسی این کار را کرد، این قرض را که به خدا داره میده، این از باب تشویق طرف مقابل هست برای جهاد، نه از باب اینکه خدا نیاز دارد. وقتی این آیات نازل شد، آیات قرض، حالا چه در قرض مالی چه در جهاد، بعضی از یهود آمدن اینا به عنوان مسخره گفتن خدا پول نداره، لذا طلب قرض کرده، ما هستیم که در منازلمون چقدر طلا و نقره تلمبار کردیم، ما پولدار هستیم خدا فقیر. آیه نازل شد که این تحریف معناست. این وقتی خدا تعبیر به قرض کرده، نه از باب اینکه خدا نیاز دارد، این تشبیهی بوده برای بیان اینکه خدا ثواب بسیار گسترده و زیادی به شما میده. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، این یهودیانی که گفتند که خدا فقیر است، نیازمند است. خدا آگاه به کلام باطل اینها هست. و نحن اغنیا، گفتند ما پولدار هستیم. سنكتب ما قالوا، به تحقیق که اون چیزی که اینها گفتند ملائکه نوشتن، روز قیامت هم حساب خواهند شد و عذاب خواهند شد. اینجا سنکتوب، این برای آینده نیست، این سین برای تحقیق است، یعنی الان ما دستور دادیم بنویسند، چون که در آیه دیگری هست ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دو فرشته هست در طرف چپ و راست انسان، اینها اعمال انسان را می نویسند، یکی اعمال خوب انسان را می نویسه و دیگری اعمال بد انسان را می نویسد. روز قیامت هم این نوشته را رو در روی او باز می کنن، بخوان کارهایی که کردی، تو یادت رفته، اما اینا همش نوشته شده. هر صغیر و کبیری مستطر، یعنی نوشته شده. این قرض به خاطر نیاز نیست، این برای تشبیه به این که ثواب زیادی برای شما میدیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، خدا چند برابر برای شما میکنه. گاهی انسان در یک تجارتی داخل میشه، ضرر میکنه، یعنی اصل سرمایه رو از دست میده. گاهی انسان وارد یک تجارتی میشه، نه سود نه ضرر، همون سرمایش برمیگرده. گاهی سود میکنه، سود کم، گاهی سود خیلی زیاد. یه زمینی میخره به 1,000,000، یه قضیه پیش میاد، این زمینی که قیمتش 1,000,000 بود میشه مثلا 50,000,000، میشه 100,000,000. میگه عجب تجارتی کردیم، عجب سودی کردیم. این مضاعفه هست، چند برابر شده. خدای تبارک و تعالی خود اون کار را چند برابر میکند، چون که سابقا اشاره شد بنابر اصح این است که اعمال انسان روز قیامت مجسم می شود. یعنی انسان یک کاری می کند در این دنیا، روز قیامت نه این که عکس این کار را براش میارن، میگن تو این کار را کردی، یا فیلم این کار را براش میارن که ببین تو این کار را کردی،
مانند در این زمانها که مثلا دوربین مخفی گذاشته شده، یک کسی یک جنایتی مرتکب میشه، در دادگاه این فیلم دوربین مخفی رو نشون میدن. این خودکارش که نیست، خودکارش که رفته تمام شده، این عکسی یا فیلمی از کار هست. اما از آیات و روایات کثیره استفاده می شود که روز قیامت خود کار انسان مجسم میشه. یعنی یک کسی ظلم کرده، خود همین ظلم در روز قیامت حاضر خواهد شد. حالا این چجوری هست؟ اشکال عقلی دارد یا ندارد که آیا ممکن است عرض تبدیل به جسم بشه؟ حالا یه بحثی است که در علم کلام مفصل شده، اما از روایات و آیات استفاده می شود که خود کار انسان میاد، نه اینکه عکس اون کار یا نوشته اون کار یا ثواب یا عقاب اون کار، چون که اون تأویل است و اگر محظور عقلی نباشد تأویل دیگر جایی در آیات ندارد، مگر اینکه خود اهل بیت یا پیامبر صلی الله علیه و آله و علیهم السلام بیان فرموده باشند. خود این کاری که کردی، این کار اضعاف مضاعفه می شود. مثل فرض کنید یک کسی یک دانه گندم در زمین بذر بکارد، همون دانه رشد می کنه، چند خوشه می شه، هر خوشه‌ای ده ها دانه گندم درش هست. این گندم هایی که الان داریم درو می کنیم چیه؟ این همون یک دونه بذریست که کاشتیم، همونه، اما صورتش به اینجوری تبدیل شده، رشد کرده، نه اینکه یه چیز دیگه است. اعمال هم ظاهرا همین جوره، همون کار رشد میکند که حور و قصور میشود، یا همون کار تبدیل به مار و عقرب در جهنم میشود. پس آیه میفرماید فیضاعفه له اضعافا کثیره. حالا چقدر؟ خدا میداند، چون که این بستگی دارد که نیت انسان چقدر اخلاص درش باشه، عقل انسان چقدر باشد، علم و دانش انسان چقدر باشد، معرفتش چقدر باشد، تقوا چقدر باشد، خود کار اثرش چقدره، کاری که اثرش بیشتره ثوابش هم بیشتره، گرچه این امر غیر اختیاری است برای انسان اثر کار، اما ثواب دادن بر امر غیر اختیاری هیچ محظوری ندارد. عقاب کردن بر امر غیر اختیاری قبیح است، اما ثواب دادن بر امر غیر اختیاری هیچ محظوری ندارد، چون که تفضل هست. پس بنابراین خود کار ممکن است کار خوب باشد، اما این کار چقدر درجهش باشد، درجه خیلی بالایی باشد، جزای خیلی بالایی داره. اگر این کار درجهش متوسط است، جزایش هم متوسطه. کار خوبه اما درجهش پایینه، جزایش هم پایین هست. فقط این مربوط به نیت چند درصد اخلاص دارد. خود عقل انسان، کسی که عقلش بیشتر است ثوابش هم بیشتره. علم، کسی که دانشش بیشتر است ثوابش بیشتره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. معرفت، هر چقدر انسان معرفتش به خدا بیشتر باشد، به اصول دین بیشتر باشد، ثوابش هم بیشتر می شود. این درجه تقواش چقدره؟ هر چقدر درجه تقواش بیشتر باشد، کارش هم ثوابش بیشتر است. شما نگاه می کنید مثلا دو نفر اومدن نماز صبح را خوندن، یک کیفیت هم بوده نماز صبحشون، هر دوم نماز صبحشون صحیح بوده، مقبول هم بوده. اونی که معرفت به خدا بیشتر داره ثوابش بیشتر از کسی است که معرفت به خداش کمتره. اونی که تقواش بیشتره ثواب همون نماز، از نظر ظاهری این دو تا نماز با هم یکیه، اما اونی که تقواش بیشتره ثوابش بیشتره، اونی که دانشش بیشتره ثوابش بیشتره، اونی که نیت اخلاصش خیلی قوی تر است ثوابش بیشتره. این یک چیزهایی است که کیفیت عمل را میبره بالا. از نظر ظاهر مثل هم هستن، اما از نظر کیفیت بالاتر هستن. حالا ما یه مثال بخوایم بزنیم، شما مثلا میرید وارد یه دستگاه، یک فروشگاهی میشید که دستگاه‌های مثلا الکترونیکی میفروشه، دو تا دستگاه میبینید، مثلا دو تا ضبط صوت، دو تا دوربین، از نظر شکل مثل هم هستند، اما یکی قیمتش 1 میلیونه، یکی دیگه قیمتش 2 میلیونه،
الان این تلفن های جدیدی که آمده مثلا میگه این تلفن گیگش بیشتره، لذالک قیمتش مثلا یه مقدار زیادی بیشتر هست. چرا؟ میگم از نظر ظاهر مثل هم هستن، فرقی ندارن، اما این خصوصیات باعث شده که قیمتش بیشتر بشه. یا ممکن است شما دو تا چیز ببینید، میگن این آثار باستانی است، 1000 برابر قیمتش از اون چیزی که از آثار باستانی نیست بیشتر است. الان در جهان امروز هست یه چیزای آثار باستانی هست، یه چیزایی را هم مثلش درست میکنند. ممکنه از نظر ظاهری اون چیزی که تازه درست کردن هم زیباتر باشد، هم استحکامش بیشتر باشد. میگن اون قیمتش چندین 1000 برابر بیشتره. چرا؟ میگن یه خصوصیتی داره که این جدید نداره. خصوصیت اون اینه که این مثلا از آثار باستان نیست. عمل انسان هم همچنین هست، اضعافاً کثیره. در روایت هست که ابتدا یک آیه نازل شد، من جاء بالحسنه فله خیر منها، در سوره قصص. اگر کسی یک کار خوبی کرد، خدا بهترش را به عنوان جزا به او میدهد. پیامبر خود خطاب به خدا کردند، گفتن رب زدنی، چون که بهتر از او، 1% بهتر از او باشه بازم بهتر از اوست. گفتن خدایا برای من و امت من زیاد بکن. خدا یک آیه دیگر نازل کرد که اون آیه دیگر در سوره انعام هست، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، اگر شما یک کار خوب کردید خدا 10 برابر به شما جزا میده. بازم پیامبر دست به دعا به درگاه خدا برداشتن، رب زدنی، چون که پیغمبر نسبت به امت خودشون رؤوف رحیم بودن. یکی از صفات پیغمبر که در قرآن آمده، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمت دارد پیامبر به این امت، رأفت دارد، که رأفت به معنای شدت رحمت است، رحمتی که ناشی از محبت و علاقه به طرف مقابل هست را بهش میگن رأفت، رحمت شدیدی که ناشی از محبت باشد، همچنانی که بعضی از مفسرین گفتن. پیامبر رؤوف رحیم بودن نسبت به امت، گفتن خدایا زیاد بکن، تو از خزانه غیبت که چیزی کم نمی شود، از تو هم که کم نمی شود. خب خدای تبارک و تعالی هم دعای پیغمبر را استجابت کرد، آیه نازل شد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، دیگه خدا معین نکرد، اضعاف کثیره. در بعضی از کارها هست که 1,000,000 برابر خدا ثواب میده. در روایت هست که اگر 1 درهم به امام معصوم شما هدیه بدید، 1 درهم که تقریبا نصف مثقال نقره هست، قیمت چندانی هم نداره، نصف مثقال نقره یک کمی بیشتر، 12 نخود و 6 دهم نخود، این مثقال این 1 درهم میشه. اگر کسی 1 درهم به امام صله بدهد، هدیه بده، روایت دارد که 2,000,000 برابر خدا ثواب بهش میده. 2,000,000 برابر، 1,000,000، 1,000,000 یعنی 2,000,000 برابر. در یه روایت دیگه ای دارد که به اندازه کوه احد، که دیگه به اندازه کوه احد اگر باشد، میلیاردها برابر می شود. چون که وقتی با حساب کردیم 2,000,000 درهم نقره تقریبا 2 متر مکعب میشه، تقریبا، شاید هم کمی کمتر، 2 متر مکعب از نقره میشه 2,000,000 درهم. خب کوه احد چند متر مکعب هست؟ میلیون ها متر مکعب هست. وقتی 1 درهم به امام انسان صله بده، هدیه بده، خدای تبارک و تعالی میلیارد ها برابر
جزای این انسان را میده، نه اینکه یک برابر، نه ده برابر، نه 700 برابر، میلیاردها میلیاردها برابر. حالا ما در زمان ائمه که نیستیم، محروم هستیم از این که یک درهم به خود امام هدیه بدیم، اما خب در راه ائمه علیهم الصلاه و السلام می توانیم خرج بکنیم. اگر کسی سهم امام را بدهد، به نتیجه مراجع تقلید اینها وکلای ائمه هستند که انهو به خود امام دادیم، حالا این تازه واجبشه. اگر مستحبش را بده که صله باشد و هدیه، این در روایت، حالا در واجبش چقدره خدا می داند. خب این بستگی دارد به اینکه شما کار را چجوری انجام دادید، طرف مقابلتون کی بوده. حالا مثلا در جهاد ممکن است یک راهزنی بیاد، شما این راهزن را برید شرش را دفع بکنید که این جهاد دفاعی است. خب این خیلی مهم است، ثواب زیادی دارد. حالا این راهزن اومده بود مال مردم را ببره، اما حالا یک کسانی آمدن میخوان مال و ناموس مردم را ببرن، انسان جهاد بکند، این ثوابش قطعا بیشتر است، چون که اثر کار مهمتر است. یک کسانی اومدن دین مردم را از بین ببرند، که این از جان و مال و ناموس مردم مهم است، مهمتر است. حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمودن مرگ بهتر از عار است. انسان یک زندگی ننگین داشته باشد، مرگ بهتر از اوست. اما اگر بین عار و نار تزاحم بشه، انسان یا عار را بپذیرد و اهل بهشت بشه، یا اینکه نه عار را نپذیره اما اهل جهنم بشه، خب انسان باید دینش را بر زندگی خودش، بر همه چیز خودش ترجیح بدهد. دین از همه این چیزها بالاتر است، از ناموس انسان هم بالاتر است. بنابراین این آمده از دین مردم داره دفاع میکند، این قطعا ثوابش بیشتر خواهد بود، چون که کاری که داره میکنه مهمتر است. ممکنه از نظر ظاهری هر سه نفر، اونی که مقابل راهزن جهاد کرده یا اونی که مقابل کسی که میخواد به ناموس مردم تجاوز بکنه جهاد کرده یا کسی که میخواد دین مردم را از بین ببره مقابل او جهاد کرده، ظاهر جهاد شاید یک جور باشد، شاید هر سه نفرم در این راه هم کشته بشند، نیتشون هم چیزی بوده که خدای تبارک و تعالی امر کرده بهش، لذلک فی سبیل الله هست. اما خب از نظر اثر عملی، کدوم اثر عملیش بیشتر است؟ اون ثوابش بیشتر است. و همچنانی که گفتیم، ثواب بر امر غیر اختیاری یا زیاده ثواب بر امر غیر اختیاری هیچ محظوری ندارد. یعنی دو نفر هستند، سنت خیری را میخوان بین مردم را بندازن، مثل هم کار میکنن. یک نفر نمیگیره این سنتی که خواسته را بندازه، خب خدای تبارک و تعالی ثواب زیاد بهش میده، چون که نیت خیر داشته، تلاش و کوشش خودش را کرده. حالا موفق نشد، دیگه تقصیری در این زمینه نداشت، ثواب جزیل بهش میده. نفر دوم همین تلاش و کوشش را کرد و سنتش گرفت، این سنت حسنه رو. میلیون ها نفر به این سنت حسنه عمل کردند. هر کسی که به اون سنت حسنه عمل میکند، به اندازه ثواب اون شخص، به این شخصی که این سنت را راه انداخت ثواب بهش میدن. حالا کسانی که عمل بهش میکنن ممکنه بعد از مرگ این شخص باشد، این دیگه یک امر غیر اختیاری است برای او، اما منشأش امر اختیاری بوده و این که سنتش گرفت، این باعث میشود که ثوابش بیشتر بشود. ثواب بر امر غیر اختیاری هیچ محظور عقلی ندارد، چون که تفضل هست، تفضل هم شرطش اختیار نیست. پس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. بعد در آخر آیه خدای متعال می‌فرماید والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. قبض و بسط کار خداست. یکی از صفات خدا قابض هست، یکی از صفات خدا باسط هست. اصل قبض در لغت گرفتن با دست است. شما با دستتون یک چیزی را بگیرید میگن قبضه، گرفتش. بست یعنی باز کردن دست، اینو بهش میگن بست. این در اصل معنای لغوی. حالا خدا چرا قابض هست، چرا باسط هست؟
این دو تا معنا داره هر کدومش. یک قبض ارواح، خدای تبارک و تعالی افراد را در این جهان آورده، یک روزی هم از این جهان میبرد، روحشون را که جدا میکند، این قبض ارواح هست، اماته هست، میراندن هست. این کار خداست، به امر خدای تبارک و تعالی است. حالا یا خود خدا مستقیما این کار را انجام میدهد، مثلا ارواح پیامبر ائمه علیهم الصلاه و السلام را خود خدا مستقیما قبض کرده، یا در روایت هست نسبت به زوار امام حسینی که در راه زیارت کشته میشن، شهید میشن، اینجا خود خدای تبارک و تعالی بید قدرتش روح اینها را قبض میکند، دیگه ملک الموت در اینجا مسئولیتی ندارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. گاهی هم خدای تبارک و تعالی قبض روح میکند به واسطه اینکه امر میکند عزرائیل را به قبض روح، گاهی هم عزرائیل امر میکند ملائکه اعوان خودش قبض روح بکنند. توفته رسولنا، فرستادگان ما قبض روحش میکنند. قل یتوفاکم ملک الموت، عزرائیل قبض روح میکنه. این حسب حالات مختلف، گاهی هم چون که حالت طولی دارد، یعنی خدا به عزرائیل امر میکند، عزرائیل به اعوانش امر میکند، لذا از این جهت هیچ مشکلی نیست. این قبض است. یک معنای دیگر قبض به معنای رزق انسان را کم بکند، فقیر بکند. این هم یکی از معانی قبض هست. خدای تبارک و تعالی یک کسانی را رزقشون را کم کرده. حالا چرا خدای کسانی را رزقشون را کم کرده، یک کسانی را رزقشون را زیاد کرده، اون در یک آیه دیگری بیان شده. و نتیجه باید یک کسانی باشن پول زیاد داشته باشن، این پول را بدن به کسانی که پول کم دارن که کار بکنند، که این چرخه زندگی به چرخت. و الا اگر همه پول دار بودند، کی میرفت سفور میشد؟ کی میرفت کارگر ساده میشد؟ کی میرفت مثلا کارهای سختی که خیلی سخت است انجام میداد؟ خب اگر اینجوری نبود زندگی چرخش نمیچرخید. اگرم بنا بود همه فقیر باشن، سرمایه نبود، خب پولی نبود که بخواد کارهای بزرگ انجام بدهد که این کارگرهای جز بیان در اون کارها کار بکنن و رزقشون از این راه را حاصل بکنن. لذا خدای تبارک و تعالی بعضی ها را خوش رزق قرار داد، بعضی ها را در رزق فشار برشون آورد، بعضی ها پولدار، بعضی ها غنی. جانب امتحان هم درش هست، جوانب دیگر هم درش هست. این دو معنای قبض، قبض روح و فقیر کردن و رزق را کم کردن. بسط هم مقابل قبض است، زنده کردن بهش بسط گفته می شود. باسط یعنی زنده کننده موجودات. کنتم امواتا فاحیاکم، شما خاک بودید خدا شما را زنده کرد. و معنای دیگر بسط، بسط رزق است، یعنی در رزق او گشایش باشد، رزق او زیاد باشد، که غالبا بسط در رزق به کار برده می شود. والله یقبض و یبسط و یبسط. بسط و قبض ارواح به زنده کردن و میراندن، به پول زیاد کردن یا کم کردن در رزق، این دست خداست. پس شما به خاطر اینکه از مرگ فرار بکنید، اگر جهاد نرفتید، این باعث این نمی شود که از مرگ فرار بکنید. و با رفتن جهاد این معناش این نیست که شما کشته بشید. با صرف کردن پول در راه جهاد این معناش این نیست که شما فقیر بشید. با بخل از صرف همچه پولی معناش این نیست که شما پولدار بمانید. والله یقبض و یبسط و الیهی ترجعون، برگشتتونم به خداست. یعنی دنیا به نتیجه چه مجاهد چه غیر مجاهد، اینا یه روزی میمیرن، چه پولدار چه غیر پولدار، یه روزی این پولا رو از دست میدن. پولدارترین پولدارها وقتی بمیرد در یک قبری او را میگذارند، پولاش هم بین ورثه تقسیم میشه. پس بنابراین
به خاطر پول و به خاطر حفظ نفس از احکام خدا فرار نکنید، چون که دنیاتون معلوم نیست آباد باشد. این اولا. و ثانیاً روز قیامت و الیه ترجعون، کسی که مجاهد است خدای تبارک و تعالی بهترین اجر را به او میدهد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان مبرید که اینها مرده اند، بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله، چیزی که خدا از فضل و رحمتش به اونها داده، ثواب جزیلی که بهشون داده، خوشنود و خوشحال هستند. پس بنابراین انسان باید در نظر داشته باشه در چارچوب احکام خدا حرکت بکنه، گام برداره. خدا هم خوب خدایی هست، هم خدای کریمی هست، خدای رحیمی هست، خدای حکیمی هست. اگر کسی بنده خوبی برای خدا شد، خدا هم خوب این شخص را جزا می دهد. و اگر کسی بنده بدی برای خدا شد، دیگه نباید توقع داشته باشه. گاهی دیده شده کسانی هستند عمرش را در معصیت گذرونده، طاعات خدا را انجام نداده، عبادات را انجام نداده، از اون طرف هم غرق در گناه، حالا یک گرفتار شده، هی دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیشه، از خدا طلب کاره که من دارم دعا میکنم، چرا خدا مستجاب نمیکنه دعای مرا؟ خب تو بنده خوب باش. اگر بنده خوب بودی، خدا خدای خوبی هم هست برای تو. اگر انسان بنده خوبی نبود، بازم خدا خدای خوبی است. خیلی وقتا خدا همین بنده های بد خودش را هم فضل و کرمش را بر اونها جاری میکند. اما دیگه نباید دیگه انسان توقع زیادی داشته باشد در وقتی که خودش با مردم اینجوری معامله میکنه. یک کسی که یک سالهای سال با شما بد تا کرده، خب شما هم کم اعتنایی بهش میکنید. حالا ممکنه یه وقتی در گرفتاری باشد بزرگواری بکنید، کمکی بهش میکنید. اما کسی که سالهای سال همیشه با شما خوب بوده، خب وقتی هم گرفتار میشه، معمولا افرادی که بزرگ منش هستن سعی میکنن دست این گرفتار را بگیرن. یعنی این سالها به ما خدمت کرده، سالها خلاصه نسبت به ما خوبی کرده. اگر هم کسی نسبت به اینجور افراد خوبی نکند، مردم میگن که خب شخصی است که مثلا فرومایه و دون هست، این بهت سالها خدمت کرد، الان تو میتونی کمکش بکنی، چرا کمکش نمیکنی؟ و خدای تبارک و تعالی کمال مطلق است. خدای تبارک و تعالی رحمتش واسع هست. انسان اگر بنده خوبی برای خدا بود، خدا هم همه جور دنیا و آخرت به او جزای جزیل خواهد داد. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به لطف و کرمش به همه ما و شما نظر عنایت داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.